بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سلام و درود بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و متحرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده هادی تیوی رو برای دیدن انتخاب کردید با کمال امتنان و افتخار با برنامه مصباح الهدا به گونه زنده و مستقیم از پنجره با صفا و با معنویت شبکه جهانی هادی مهمان نگاه های ناب و نورانی شما خوبان هستیم و در قرار دوشنبه شبهایمان در خدمت عالم عامل حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد احسانی کارشناس امور دینی جناب استاد سلام علیکم خیلی سلام خوش آمدید و رحمت الله سلامت باشین تشکر استاد بفرمایید سلام علیکی هم با بلنده ها داشته باشین سلام علیکم و رحمت الله و علیکم و سلام عرض ادب و احترام و سلام ویژه به همه شما خوبان نیکان مؤمنین مؤمنات بینندگان محترم حاضر در شبکه الله همه شما در پرتب نور ایمان و معرفت الله وزیر زیر چتر قرآن و مکتب اهل البیت علیهم الصلاة و السلام همیشه خوب و صحتمند باشید سلامت باشین استاد از از خیلی ممنون از حضورتان تشکر هستیم. که وقت گذاشتین و در برنامه تشریف آوردین بزرگ استاد با موضوع امام حسین علیه السلام در کلام اندیشمندان در خدمت شما بودیم جلسه ها. گذشته سخنی از آقای چارلز دیکنز نویسنده انگلیسی و همچنین آقای عبدالحمیدی جودت و سحار بیان شد و امشب هم سخنان اندیشمندان و بزرگان را از لسان گوهر بار شما میشنویم بزرگوارید شما سلام لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و اللهم آله الطاهرین اللهم و انتقنی بالهدا و علهم التقوا خدایا به عظمت پیغمبر و آل پیغمبر و و مقربان درگاهت قسمت میدهیم که ما را در دنیا از توسل به قرآن و اهل بیت پیامبر و آل پیامبر انشاءالله محروم نگرداند و در آخرت هم از شفاعتشان محروم نگرداند ما هرچی داریم از نظر معرفت معنویت فضائل اخلاقی و انسانی واقعا باورهای اعتقادی و دینی از پرتو نور قرآن و پیامبر و آل پیامبر هست <تصفح> 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 یکی از جمله بارسترین و شاخصترین آل پیامبر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و و السلام هست بله امام حسین علیه و السلام و کاری کرد در تاریخ نظیر نداشت نظیر نخواهد داشت بله بیمانند خواهد بود ما اگر بخواهیم با عمق قضیه امام حسین داستان امام حسین پی ببریم حالا علاوه بر این که مطالعات شخصی باید هر مسلمانی هر مؤمنی پیرامون آشورا و مکتب آشورا داشته باشه بله. و سیاه. هر چیز سطح فکر و آگاهی و اطلاعاتش در رابطه با امام حسین و, و معرفتش بیشتر باشه واقعا به همون اندازه هم اخلاصش میره به بالا عظمت و بزرگی میرسه و بینه. عظمت و بزرگیش بیشتر میشه. بیشتر میشه علاوه بر اینها تأثیرات بسیار بالایی در بعد معنوی روحانی و زدودن رضائل اخلاقی و مسائل اخلاق رعایت مسائل اخلاقی فضائل اخلاقی بیشتر میشه علاوه بر اینها علاوه بر اینها اون روح آزاد اندیشی استقلال طلبی و روحیه مبارزه علیه تاقوت و یزیدیان زمان تقویت میشه بالا میره سیاره. خب در این راستا اصل مطلب اینه ما چرا در هفته قبلم اشاره کردیم چرا ما نظریات اندیشمندان دانشمندان مه. نویسندگان روزنامه نگارها غیر مسلمان ها و بعضی از مسلمان ها از پیروان مذاهب اربعهی برادران اهل سنت و جماعت ما چرا مطرح میکنیم چرا داره اهمیت بله. چرا برای اینکه اهمیت قضیه خیلی با ارزشه اصلا ببینیم اونها واقعا از دیدگاه منصفانه وقت برخورد میکنن به قضیه این با ما افتخار میده کار بیگان واقعا باید ببالیم که این حسین علیه و السلامی که بره خیلی ها شاید صدیهی به نظر به خیلی خوب یک روزی میریم یک آشورای میریم یک مراسم برگزار میکنیم دیگه آیا پرونده به همین ختم میشه مختومه میشه خیر از مم. این جهت بود که ما آمده این بحث هم بطرح کردیم با شما خدا انشالله بر توفیقات شما و همه سلامت. عزیزان دستن هم بیافزایی که این بحث ما, خیلی خوش بطرح کردیم یکی از جمله اندیشمندان و دانشمندان و بلکه فیلسوف مصری است به نام خدمت شما از کنم که علامه تنتاوی مشهور و معروفه سیاه. ایشان در یک کتابی به نام غروب کربلا به نام غروب کربلا بله ایشان یک سخنی دارن گپی دارن درباره قیام آقا عبد... حسین الحسین درباره نهزت امام حسین و واقعی کربلا این گپ اینها سخن اینها دو سطر هم شاید بیشتر نباشه به ظاهر اما بله. یک عالم بحث داره واقعا شرح سیاری. داره خب چیه گپ ایشان سخن ایشان حرف ایشان میگن که در اون کتابی که گفتیم به نام غروب کربلا کر در اینجا دارن که میگن داستان حسین علیه السلام و وصله. وقتی میگن داستان حسین منظورش تمام ابعاد به اصطلاح همه جانبه قیام همه امورات محز. زندگی امام حسین مد نظر قیام امام حسین نهزت امام حسین علیه السلام و سلام رشادت هایی که داشته امام حسین یارانی که داشته اسارتی که داشته حتی دوران به اصطلاح طفولیت دوران کودکی امام حسین اون که در کنار پیغمبر بوده بعدش در کنار پدر بوده بعدش در کنار برادر بوده و بعد از ده سال بعد از شهادت برادرش این زندگیش وقت مطالعه مجموعا میگه داستان ولی اینجا منظورش فکر میکنم بیشتر واقعی آشورا و کربلا باشه ایشان میگه که داستان حسین علیه السلام و سلام عشق آزادگان را آزادگان, را بر فداکاری در راه خدا برمی انگیزد و استقبال از مرگ را بهترین آرزوها به شمار می آورد هر کدام از بحث داره ببینید میگه که عشق آزادگان بله. بر فداکاری در راه خدا را بر میانگیزه یک می استقبال بله. از مرگ را بهترین آرزوها به شمار میاره برای این شخص که در راه آزادی در راه خدا هست دو چندان که برای شتاب به قربانگاه بر یک دیگر پیشی میگه این متن سخن آقای علامه تنتاوی دانشمن و فیلسوف مصری است این حرف داره این سخن خب یک اشاری بکنیم به طور مختصر و کوتاه به و نتیجه بگیریم چی میخواد بگی ایشان ایشان میخوان بگه که واقعا قضیه قیام و نهزت امام حسین علیه السلام و آشورا کربلا اربعین محرم این مراسم ها روزه ها 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 اسارت اهل بیت علیه مسلات و, و سلام این رشادت های یاران امام حسین و بنی هاشم همه و همه به مسابه یک موتور میمونی تعبیر منه ها به مسابه یک موتوری میمونه تا این موتور نباشه فرض به این قطار را نمیفته این کشتی را نمیفته مثلا این وسیله نقلیه راه نمیفته این برداشت مینه محرک به اصطلاح اون قطار آزادی خواهی استقلال طلبی برای همه انسانهای مسلمان اون محرک اصلی امام حسین و یاران امام حسین و قیام امام حسین این هست چی در نهزت های اسلامی حتی چی در نهزت های غیر اسلامی, برای اسلام. بره تایید این مطلب هم باز ما یک سخن داریم از واقعا آدم منصفی بوده رهبر معنوی و سیاسی هندوها وقتی تحت تأثیر و سلطه به اصطلاح استکبار او زمان بودند سیارانی انگلیس ها که بودند میخواستن آزادی رو بیارن به به اصطلاح به ملت هندوستان ایشان به نام ماهات ما گاندی رهبر استقلال هند رهبر معنوی و سیاسی استقلال هند این قید سیارالی. از خدمت شما خانم به اصطلاح هندیز که به نام اه... اندیرا گاندی مشهور و معروفه اونا نخست وزیر شدن اینها اونا گپای صحبت داره در رابطه با امام حسین اما ایشان ماهاتما گاندی که حدودا 80 داره که من حساب حساب کردم شاید بیش از آه بیش از 80 سال قبل این گپا و سخنان در رابطه با استقلال که به دست آورده میگه متن صحبتش اینه یعنی این که محرک اصلی نهزت هند و قیام هند و کسب استقلال هند میگه من از خود چیزی ندارم خیلی جالبه متن سخن آقای گاندی اینه میگه من نهزتم را مدیون حسین ابن علی علیه السلام و سلام هستم ببین میگه من نهزت خود را مدیون حسین ابن علی ابن ابی طالب میدونم و هستم نهزت کردیم قیام کردیم بالاخره استقلال رو به دست آوردیم از زیر یوق به تعبیر امروزی ها استکبار یا استعمار خارج شدیم فقط ما از خود چیزی نداشتیم انچه. امام حسین بعد میگه و من چیز دنبالی همین حرف اول میگه من نهزتم را مدیون حسین ابن علی هستم و من چیز تازه ای برای مردم هندوستان به ارمغان نیاوردم جز این که همین نهزت امام حسین الگو برداری کردم خب چی میخواد بگی ایشان ببینین این ربط بدیم به اون جمله که آقای علامه تنتاوی میگه ایشان نتیجه گپشان سخنشان اینه که محرک اصلی در انقلاب ها نهزت ها اقلب و اکثر قضیه امام حسینه داستان کربلاست خب معید بر اون ما چی آوردیم یک کلمه یک سخنی هم که تقریبا یک نیم ساعت در این عبارت بیشتر نمیشه از چیز آوردیم مهاتما گاندی آوردیم میگه ما نتیجه صحبتشان نتیجه حرفشان اینه که میگه ما اگر پیروز شدیم استقلال به دست آوردیم و همه اینها همه اینها مدیون حسینیم فداکاری ها این شخص خودش اینجوری نبوده که با معجزه استقلال هند به دست بیاد واقعا ما همینجوری یک یک داشته باشیم به نهضت ها قیام ها اونایی که البته خب با دو قسمه نهضت ها یا نهضت ها قیام ها خیزیش ها جنبش ها اینها در طول تاریخ اسلام خصوصا یا جنبه الهی داشته حتی انبیا الهی اونها هم برای خدا در طول تاریخ قبل از ظهور اسلام اونها هم برای خدا یا جنبه الهی داشته و در مقابل نهزت ها و استقلال و جنبش هایی که اینها مسلمان نیستن اما منصفن دنبال اینن که یک مسیر یک راهی به تعبیر شما الگویی برای اونها که از این،, از این نمونه برداری کنن به تعبیر امروز فتو برداری کنن بعد بگن اگر ما بخواهیم واقعا برسیم به اون هدفی که داریم هدفشان چیه ببخشید استاد ما دو تا برداشت از این سخنان آقای تنتاوی داشتم چهار دقیقه هم بیشتر وقت ندارم اگر بیش امیر جواب بگیرم ادامه ای بس یکی فرمودن که آزادگان رو تشویق میکنه برای که بیشتر شفته خداوند بشه بخش اول صحبتش ای بود خب یه امر نداره همگی کارو میکنه که مشوق باشه تا بندگان خدا را به سوی خدا بیشتر نزدیک بکنه اما بخش دومش گفت که خب مستقبل مرگ می سازه از چی مرگی صحبت میکنه در حالی که به ظاهر اگر کسی را تشویق بکنیم که آقا به سوی مرگ بره یک امر معقول و پذیرفتنی نیست میگه داره میکنه اما این از یک اهمیتی باید برخوردار باشه ای ای از... از دیدگاه خدمت شما از کنم مادیون از دیدگاه کسانی که هدفشون الهی نیست و ایمان و اعتقاد و باور به مسائل معنوی و اخروی ندارند و همه چیز عشان. دنیا میدونن مرگ بر سخته سخت واقعا اما بحث اینه کسانی که دنبال اینن سعادت خوشبختی عزت به دست بیارن اونم در پرتو نور ایمان در پرتو اسلام اینه بحثش خب این واقعا یک ویژگی های باید این شخص مبارز داشته باشه این شخصی که میخواد به این هدفش برسه که فقط اهداف الهی که همون خوشبختی یک مرد خیلی پربهاییه همون خوشبختی و سعادت و اخلاق به معنای واقعی و همچنین خدمت شما از های الهی در جامعه پیاده بشه و در یک کلام بگم محور خدا باشه عجب. دین الهی باشه خب اینا میطلبه که باید از خود گذشتگی کنه پس اگه در راه حق و آزادی و... ببینید ما نمونای زیادی داریم در زمان خود پیغمبر و عالی قدر اسلام وقت بنا بود حاکمیت الله در جامعه پیاده بشه با محوریت وجود مقدس پیغمبر خیلی خوب این چی میخواست؟ این همون روحیه مبارزه علیه کفار و مشرکینی میتلبی <applause> یک جمعی از خود گذشتگی باید میکردن و به این نتیجه میرسیدند که برای کشته شدن سبقت بگیرن از همدیگر و با نمونه بارز دیگرش در راه خدا فدا شدن آرزو بشه برای اونا مثل امیر المومین علی ابن طالب <applause> این داستانش مشهور و معروفه یا رسول الله یا نبی الله ما حالا از این جنگ احد مثلا یا از این جنگ ها جان سالم بدر در با وصف این که بیش از شست زخم در بدن امیر یا بیشتر نوت بعد نوشتن زخم بدن امیر در جنگ احد برداشت اما ما چرا شهید نشدم آرزوش اینه که به این مرحله شهادت برسه البته از کدوم با شما این غیر از اینه که یک ای وقت بره دنیا چشماخ و کورکو اینو معرفت میخواد الان خلط نشه بحث ماها برای یک ادهی که میگن خب خیلی ما الان هستن داره مثلا انتحاری صورت میگیره ها این مسائل الان مطرح میشه از خیلی خوب، خوب، ممنون استاد تشکر یک میان بحث... برنامه ببینیم برای بحث ما هنوز ادامه داری جواب کامل سیاره تشکر بیننده های عزیز و گرامی با هم میان برنامه رو میبینیم و در ادامه بحث ما رو همراهی کنید Whoa. امام حسین علیه السلام، بنادا هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله صلی الله عليه و آله، هل من موحد یخاف الله فینا؟ آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آیا مسلمانی هست درباره ما از خدا بترسند؟ من تشنه لبم آب حیاتم بدهید راهی به سفینت و نجاتم بدهید من تذکره کرب و بلا خواهم ای آل پیامبر این براتم بدهید بیننده های عزیز و گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می کنید دعا و آرزوی ما برای شما عزیزان و برای خودمان این است که انشاءالله همه این موانع به زود زود برطرف شود و در روزهای زود در این اربعین پیشرو همه بتانیم اربعین را با شور و شعور حسینی در کنار مزجع و حرم باصفا و با معنویت حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام با هم تجلیل کنیم و گرامی به عمل بیاریم همچنان ادامه برنامه مصباح خدا رو میبینید و در خدمت جناب استاد احسانی هستیم استاد دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام مجدد و عرض عدب سلامت باشین استاد ممنون تشکر استاد سوالی بود که اهمیت مرگی را که آقای تنتاوی از او سخن میزنه که میگه امام حسینی کارم میکرد مردم را مستقبل مرگ میساخت این اهمیت مرگ به کجا هست منظورش کدامه؟ مرگست سال سوال این بود و ادامه صحبت بله. شما. اشاره کردم یک مروری بکنیم ما در طول تاریخ اسلام خب تعدادی در جنگ بدر کبرا تعداد 13 نفر که بیان شده یا کمتر زیادتر از این از مسلمان ها به شهادت رسیدن با اون روحی در بدر کبرا در 13 نفر بله در جنگ بدر کبرا 70 تا از دشمن کشته شد باید. سیزده نفر از مسلمان ها به شهادت رسیدن بسیار. در اهد هفتاد نفر شهید شدن و دشمن به ظاهر مسلط شد و باز اقیم این بحث تاریخی این بجام میخوام اینه بگم بعد از تاریخ آشورا هم اینجا که که اشاره دارن میگن که با قربانگاه این علاقه به با قربانگاه میرسونه در شب باید. آشورا وقت امام حسین علیه السلام حجت را تمام میکنه حتی میگن که چراغ هم خاموش, کردن کنین. گفتن ها یک وقت بعضیا گیر نکنن آه. از رو در, در نمونه به ما ها. ها. ها فرمودن برین فرمودن برین میتونین برین یعنی دیگه گناه هم بر شما نیست وقتی امام حسین میگه برین به این معناست که حجت بر شما, شما برداشت تمام داشته. برداشته شده تا اینجا آمدید خیلی. الله احسن دروح. اما اشکها ها جاری میشه داد و فریاد سرداده میشه ناله ها سرداده میشه که آقا ما چگونه زندگی داشته باشیم منهای شما بدون شما بحلی. او جهنمه به تبیر من حالا ما اینو میخوام زنده باشیم در حال که حسین این آقای ها تنتاوی میگه که این محرک این موتور به اصطلاح نهزت حرکت انقلاب این قطاری که هست هر مسلمانی هر امتی هر جامعه که بخواد واقعا به محور الله به معنای واقعی کار بکنه محرکش آقا امام حسین داستان امام حسین نهزت امام حسین علیه السلام و سلام هست همینطوری که گفتم آقای گاندی میگه در حقیقت محور و اصل و همه چیز آقا حسین حسین ابن علی علیه السلام در نه. کسب استقلال هندوستان ما نه. خب این چی؟ ای با توجه به درک از وضعیت هندوستان میگه یا نه حرفش فراگیر و عمومی هم میگه اینه در هر جا اگر خواست رهایی پیدا بکنه زیر سلطه ظلم و بیعدالتی حسین را الگو قرار بکنه طبعاً, طبعا ایشان آمدن در جغرافیای های هندوستان محور قرار دادن امام حسین و نهزت امام حسین او هم در یک زمان خاصی برای خودشان اما اما به معنای عموم مطرح میشه این خواسته سیار. به این ایده که هر کسی یعنی هر جغرافیایی که به معنای واقعی بخواد عزت داشته باشه بخواد دین الهی را در جامعه حاکم بسازه و بخواد علیه یزیدیان بجنگه و یزیدیان را رسوا کنه و از بین ببره الگو و محورش امام حسین باشه اجه. به معنای عام میشه خب پس بنابراین تا اینجا ما نتیجه میگیریم از دو تا از بزرگوارها حالا یکی مسلمان یکی غیر مسلمان یکی رهبر سیاسی و معنوی هندوستان مهات گاندی گاندی و یکی هم آقای تنتاوی, تنتاوی. علامه تنتاوی که خب از اون دانشمندان و فیلسوف های مصری بوده و اهل مصر بوده که او جمله گفتم نوشته کرده در رابطه با امام حسین علیه السلام خب ایداره. چون من از این سخنها و از این حرفا و گپا خیلی دارم خیلی یاد کردم در این راستای کمک حالا وقت گذاشتم این خالصانه تقدیم بینندگان عزیز و مؤمنین و مؤمنات خدا و البته اونو مطالعه میکنه. دارن آگاهی دارن واقعی مطلبه حالا از باب شایدم زیره میگفتن به کرمان بردن باشه عزیز. از از باب تذکر یاد آوری. شکر. خب اینو میخوام از جمع. ما بریم به سراغ یکی دیگر از جمله نویسندگان و دانشمندانی که ایشانم خدمت شما عرض کنم که مسلمان نیست مسیحی مذهبه اهل امید. لبنانه مشهور و معروف هم اتفاقا هسته به نام آقای جورجی زیدان بله جورجی زیدان ایشان تاریخ نگار بودن و داستان نویس و روزنامه نگار و بین عربها عربهای لبنانی ایشان به اصطلاح مسلط بوده در زبان عربی و اینها خب به هر حال در سال 1861 1861 میلادی به دنیا آمده و خدمت شما از کنم 1914 میلادی هم از دنیا رفته و آثار زیادی درباره تاریخ اسلام داره از جمله اونها اشاره میکنم از جمله اونها اشاره میکنم که آثاری داره در پنج جلد که مشهور و معروف مثل چاپم شده چندین بار به نام آثار تاریخ تمدن اسلام تمدن تاریخ تمدن, تاریخ اسلام. تمدن اسلام در خودش بله 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 خودشون از کدوم شما لبنانیست نه. اما مسیحیه تاریخ تمدن اسلام در اونجا زندگی کرده اما ایشان مسیحی اون تو تاریخ تمدن اسلام اسلامی نشت. در پنج جل از ایشان منصور مشهور معروفه ما مذهبش هم ارتودکس بوده که ارتودکس یونانی است به هر حال ایشان گپی دارن سخنی دارن کلامی دارن درباره آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام و سلام و سخن اینا به نظرم خیلی جالب میاد ایشان یک نگریشه دارن به زندگی پیغمبر و حوادثی که بعد از رهلت پیغمبر بین مسلمان ها به وجود آمد بعد همی جوری آمد تا زمان امام حسین علیه السلام دعوت مردم کوفه یعنی مسلمان ها به دیگه امام حسین دعوت کردن و سرانجام سرانجام تمرد کردن اونها یا به تعبیر بگم که بیوفایی مسلمان ها نسبت احشکنج. به امام حسین ده. حالا متن ایری میخونم بعد توضیح هم اشاره خواهیم کرد انشالله به توفیق الله ببینید ایشان میفرمایند که پس از رهلت پیامبر این تعبیر ایشانه دیگه پس از رهلت پیامبر بله. حب جاه و مال بر فضائل اخلاقی فائق آمد تاسفانه بله پیروز شد و افکار و آرای آل علی علیه و سلام در میان چنان مردمی چنان مردمی اونهایی که گفتیم حب مال و جا و مقامینها بر فضائل منوی و اخلاقی قالب شوقا. شد ایشان نه. میگن میگن در میان چ... آ... افکار و آرای آل علیه السلام در میان چنان مردمی بی اثر ماند آره توضیح میدیم ایشالله چرا بی اثر میمونه مگر حالا هم هسته بله الا ماشاءالله که حقایق حق و خدمت جبهه حق نور الهی قرآن کلام پیغمبر کلام اهل البیت بالاخره کلام برحق اوسیا و اولیاء الهی در مجموع حق داره فراموش میشه عاملش چیه؟ علتش چیه؟ ایشان ریشیابی کردن پاسخ دادن خب به جا و مال, مال و مقام ایشان رو دنبال هرشان میگه بی اثر من چنان که مردم کوفه به خاطر جاه و مال بیعتی را که با امام حسین بسته بودن در هم شکستن و به این نیز اکتفا نکردن که بیعت به هم بشکنن و بلکه او را کشتن یعنی ام. حسین ابن علی را کشتن خب این متن صحبت و حرف آقای جورجی زیدان آقای مسیحیه عزیز. مسیحی غیر مسلمانه مطالعه کرده پیرامون گفتم شما اینا تاریخ تمدن اسلامی در پنج جلد ایشان داره خب اینا آمدن چنین گپیر چنین برداشتی اولا داره از امام حسین ما بخوایم یک کمک شهر بدیم توضیح سیاه. بدیم با اجازه شما بینندگان عزیز بخن. و محترم هم. اولین نکته که در اینجا مطرح اشاره داره به رحلت پیامبر علی قدر اسلام اشاره داره به رحلت پیغمبر بررسی کرده تحقیق کرده میگه خب چرا اختلافاتی به وجود آمد چرا دست یک عده از مسلمان ها چرا اطراف امیر را رها کردن چرا چرا خودش جواب داده سیار. گفته اون حس دنیا طلبی یا طلبی مقام پرستی پول پرستی این باعث شد که چیشون پوشی بشه از حقایق برداشت ایشانه دیگه ما حالا به خودش بحث دارن. خب حالا همچنین چیزی وجود داره این. خب ما اصلا چرا این گپار مطرح کنیم بل. چرا بیانات اینا چرا مطرح میکنیم برای اینکه ما یک برای اینکه ما یک مقایسه داشته باشیم محاسبی داشته باشیم حالا مسلمان ها در چه شرایطی قرار دارن تکلیفشان چیه در برابر ناحق جبهه ناحق حالا به هر نام و نشانی که میخواد باشه اینا بحث های مفصلی داره منظور ما نتیجه از این بحثه میگه اون جا تلبی، اون مقام طلبی اون دنیا خواهی مال تمام این عوامل باعث شد اخلاق و فضائل انسانی و کرامت اسلامی و انسانی و معنوی کنار گذاشته بشه بله پس عامل اصلی خدمت شما از کنم فراموش کردن فضائل و معنویات اخلاقی رو ایشان میگن همون خب به دنیا و عزیز. مال و جاب چرا رشوه میخوره؟ بله؟ چرا فساد اقتصادی چون اصل رو فراموش کرد یعنی. بله. چرا ظلم به دیگران چرا مثلا حالا توسعه دادن روحیه قوم پرستی نجات گرایی منطقه گرایی اینا در جوامع امروز ما زیاد میبینیم علتش چیه نتیجه بگیریم میگه علتش اینه که فضائل اخلاقی کنار گذاشته شده واقعا اگر در جامعه اسلامی در بین امت اسلامی اصلا بین بین خانواده ها اصلا بین افراد از خودم گرفته امثالمه اگر فضائل و اون معنویات را فراموش نکنم اخلاق اسلامی را فراموش نکنم ها؟ هرگیز فسق و فجور و جنایت نمیکنه علتش اینه که اینها رو گذاشتیم کنار فراموش کردیم بیرون دنبال خواسته نفسانی چی میخواد نفس میخواد که این مقامش بره بالاتر از شهرت و جاهش شهرت طلبی و مقام <applause> در صورت ده ما باید واقعا با ما تاسف میخورم همین وقتا همین ایام به همه گذشته ما همین زمان خود خور میگم حالی بس بس سیاسی نیست که وقتی چی بشه برداشت مینه واقعا ما به همی عمر خود دوازده تا از شاه گرفته از رئیس جمهور گرفته رئیس دولت گرفته نمیدونم چنین در همین جغرافیای افغانستان خود ما خودم سراغ دارم دوازده تا رئیس جمهور که آمدن و رفتن رئیس دولت آمد و رفتن چقدر طول کشیده مثلا 60 سال 55 سال کمتر زیاده. زیادتر به همین حدود 12 نفر دوازده در حدود آمدن و رفتن زمان ها گذشته یا پای می گفتن بعضی مردم هم پیرزان ها پیر مردم می گفتن پادشا گردی شده حواظب باشیم قیامت شده من میخوام بگم 12 سال این نتیجه میخوام بگیرم از این کلامی که دارم عرض می از این قطعه صحبتی که دارم می میخوام بگم عزیزان یک سیری یک نگرشی یک مطالعه همه ما در هر رتبه و مقام و جایی که هستیم خصوصا کسانی که دستشان به هر نحوی بالاست جمعی یا جمعیتی یا مردم زیر دست اونا هستند یا فرض بفرمایید پول و ثروتی دارن ما چقدر سروت مندانه بیدن جناب آقای حسینی که واقعا مال و اموالشان همه باقی موند وزر و بالش خودشان, خودشان موند جواب باید خود اونها بدن این بقیه تقسیم شد یا به ورسه یا اینکه خدمت شما کنم تارا که جواب هم داشته او که جوابه که میدونه خودش باید میدونه باید جواب بده خب اینا چی شد؟ نتیجه میخوام بگیرم که اینا چیه؟ عامل اصلی همون جاه طلبی مال پرستی دنیا طلبی و فراموش شدن اخلاق و فضائل اخلاقی و انسانی و در یک جمله واقعا واقعا خدا مهوری آخه خدای متعال این کم نیست این رتبه بالایی است که میگه ما تاج کرمنا را و کرامت را بر سر انسان نهادیم به تعبیرم اینه چی میخواد خدا بگه انسان های با فضیلت زیاده ما از از یک نکته ای هم که از این صحبت آقای جورج زیدان میگیریم زود به ذهن ما تبارز میکنه و میرسه یکی که این آدم به عنوان یک پژوهشگر و محقق و تاریخ نویس مسیحی این حق بودن علی و آل علی هم برش ثابت شده که میگه که چی رزالت های اخلاقی پسته ها بر افکار آل علی چی خب فایق آمدن و پیروز شدن و پیشی گرفتن این نکته هم به ذهن آدم میرسه از این صحبت خب شما اشاره کردید ما اصلا ما نمیخوام خدا نکده هم خود شبکه و هم ما به چالش کشیدش تو یک عده افراد متعصب جاهل دنبال این هند که اختلاف وجودن بین برادران اهل سنت و شیعه به این نخواستم توضیح بیشتر بدم رابطه و نمیخواهم هم فقط واگذار میکنم به تحقیقات و مطالعات خود امت اسلامی خود عزیزان ما بحث رو از این نداریم حالا عرض کردم فقط اشاره کردیم که ایشان یک نگرشی داشته مطالعی داشته اومده بیان کرده گفته بعد از پیغمبر یک سری حوادثی به وجود آمد که سرمنشه چی بود این اخلاق و فضائل کنار گذاشته شد میگه همین حب به دنیا و جا و مقام و منصب بود بعد نمونه بیان میکنه نکته دیگر نمونه بیان میکن. خیلی خوب مقصد ببخشید قبل از اینکه نمونه رو بیان بکنین با بیننده های عزیزم یک یادواری بکنم که مثبت 964 780 255 40 13 پل ارتباطی میان شما و برنامه هست میتونین دیدگاه ها انتقادات پیشنهادات یا اگر سوالی دارین از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید بله زمینه کیشان ایشان فرمودن که بله فضائل معنویات اخلاق اینا فدای هوای نفس میشه نه بعدی که اشاره کردن به رحلت پیغمبر اون حوادث و بعد میگه که مستاق بیان میکنه میگه مثلا مستاقش اینه مردم کوفه با واسطه همین امور واسطه همین مسائل دنیا جا مقام قنیمت شمردن چهار روز زندگی در دنیا اینها امام حسین دعوت کردن بیعت بله. هم کردن چی باعث شد که بیعت شکسته بشه بعد میگه همین چیزا بود یعنی همین حب به مال بود به جا بود آخر ببینید بعضی هم تلاش میکردن که به اینجا کشیده نشه به خونریزی مثل خود عمر سعد خود عمر سن چند روز به تعبیر ماها امروز یک فراکسیون درست شده بود بگیم یا اصلا یک کمیسیون درست شده چون اصلاح امروزه امروزی داره مطرح میکنه یا این به عنوان صلح هیئت تعیین کرده بود بیان صحبت کنن با صحبت کنن که به اینجا کشیده نشه حالا دیگه مصالحه و این بحث و صلح و اینا دیگه خیلی الان متداول شده لازم در روز ما این بوده نمیتز. چند شبانه روز ایشان دنبال این قضیه ای بود که یک راحل پیدا کنه بالاخره به یک نحو امام حسین بیاره بانه. و تعهد بگیره بگیر از امام حسین بعدش بگو ما من قضیه خاموش شد و در نتیجه دستم دست مزده دستمز چی و آخ چون او به عنوان ای بود که به ولایت ری برسه والی نه. ری بشه اصلا ای بشه اینها قول دادیم آلی که نرسید بحث دیگره که نه به ری رسید و نه به اون جایگاه رسید خب ایشان میفرمان میفرمان ببینین همین امور همین هوای نفسانی مال و دنیا و حتی شما حب به جاه و حب به پول و امثال اینها بود که باعث اینا بیعتشون را با امام حسین علیه السلام بشکنن بیعت شکنی کنن و حتی تا, تا جایی برسه که کمر به قتل آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام دارد و آخرین نکته در این در رابطه با سخن جورج زیدان که به عنوان نتیجه گپایشان باشه اینه که ما نتیجه بگیریم اغلب مردم متاسفانه اغلب مردم در طول تاریخ بله. همینجوری بیده حالا که هم هست متاسفانه خود بنده ی حق هر کدوم با نابی خود مواظب باشیم آخه یک دفعه است یک نفر برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری نمیدونم صدر و امثال اینها تلاش میکنه همه چیز میگذاره یکی است به یک مقام درجه فرض کنیم جنرالی و امثال اینها میذاره یکی به عنوان والی باشه یکی به عنوان یک باشه حتی بعضی به عنوان یک ارباب محل باشن بعضی پایینتر از این به عنوانی که فقط چند نفر از این تمجید کنن گاهی آدم تحت این تحت تاثیر این خواسته های دنیایی و این اموال که انسان حلاق میکنه قرار میگیره لذا متوجه خود باشیم نتیجه بگیریم از گپ و سخن آقای جورج زیدان نتیجه اینه که اغلب مردم به خاطر دنیا طلبی مال طلبی مال دنیا مقام خواهی و دوستی اینها از اصول و مبانی اعتقادی دست بر می دارن و اخلاق و فضائل انسانی را فراموش می واقعا. فراموش می گرن. خب من این گه اگر سوال چیزی ندارم در خصوص بفهمت. فرمایش ایشان نداریم که برم وارد نه. بحث دیگر بشیم و کسی دیگر بفهمت. از دانش می وقت دارم در خصوص این شما سوال نداری؟ بفرمایید اگه نداره که ما وارد بحث دیگر بشیم خب یکی دیگر از جمله دانشمندان غیر مسلمان به نام آقای توماس مان آلمان آلمانی یک مقایسه داره ایشان, ایشان متولد 1857 میلادی است 1857 میلادی خب مرگش هم یا فوتش هم 955 که حول هوش 80 سال عمر کرده نویسنده و رمان نویس ایشان بله کتاب های زیادی هم پیرامون همین قضایا داشته و داره و یکی از جمله که مشهور و معروفه به نام کو کوه جادویی کوه جادوی. یا کوه جادو بعضی زبطه ها جادویی یا ندارن کوه جادو بله ایشان یک سخن جالبی داره یک مقایسی داره بین حضرت عیسی مسیح و امام حسین علیه و السلام میگه اگر بین فداکاری مسیح حضرت مسیح علی نبی نو علیه السلام و امام حسین علیه و السلام صورت بگیره حتما فداکاری حسین ابن علی پرمغزتر پربارتر با ارزشتر جلوه خواهد کرد مسته. یعنی میگه اگر قرار باشه ما یک تعریفی بخوایم بکنیم مقایسه کنیم فداکاری ها حضرت عیسی مسیح و امام حسین علیه الصلاه و السلام و مقایسه باشه بین فداکاری او بین فداکاری آقای امام حسین اصلا چون که تعبیر مسیحیت اینه دیگه الان چیز همینه که ایشان به صلیب کشیده شد و اینا فداکاری کردن جان خود فدای مثلا امت کردن از این قبیل چیزها دارن دیگه میگه اگر مقایسه به معنای واقعی صورت بگیره بین این فداکاری و فداکاری امام حسین فرزند امیرالمومنین حضرت زهرا میگه پربارتر پرمغزتر و مهمتر فداکاری گرچه خودشم خدمت شما عرض کنم که مسلمان نیست بحبه. اما ایشان آمده مقایسه کرده خودش پیدا و حضرت مسیحه اما مقایسه کرده مطالعه کرده بعد از مطالعه مقایسه داره میگه امام حسین پرمغزتر پر, م... پر و خدمت شما از کنم پر اثرش بیشتر خواهد بود از چطور حضرت مسیح چرا چرا خودش جواب داده میگه زیرا خب دقت کنید زیرا قبل از اینکه ما بیایم علت یا بیتبانید. با دلیل بیان تحلیل کنیم خودش میگه میگه زیرا مسیح یعنی حضرت عیسی مسیح علی نبی نا و سلام روزی که آماده برای فدا شدن گردید زن و فرزند نداشت حضرت عیسی مسیح زن و فرزند نداشت اولاد داشت, داشت خانواده نداشت بچه نداشت خب حالا مبر مثل پیش رو دار که اصلا به کلی نداشت یا نه در این روزی پداشدن نداشت نداشت وقتی نداشت بخولی. نداشت دیگه. ها. بله ایشان هم میگه که نداشت اصلا نداشت ایشان زن و فرزند نداشت بچه نداشت نه. خب نداشت و در فکر آنان هم نبود که بعد از چی خواهد شد به سر اونا چی خواهد بود آخر این قضیه که بعضی میگن که آقا ما که بعضی هم دوران جبه و جهاد بودن سی سال قبل، و پنج سال قبل می گفتن مجرده مجردیم ایشن دق پشت سر نداریم نه. و اگر همسر بچه،, بچه خانواده داشته باشیم اینا چی میشه رزق روزوی از اینا چی میشه یعنی بدون جامسکنشان چی میشه و سرنا چی بلایی میاد بچه یتیم میشه زن بیوه و امثال اینا مثلا ها ی خیلی وقت داره مگه دست بندی ایشان, ایشان میگن که حضرت عیسی مسیح چرا چرا بالاتر حرکت امام حسین کار امام حسین علیه السلام فداکاری چرا بالاتر میگه چون حضرت عیسی مسیح بچه نشون ولی امام حسین علیه السلام داشت و در فکر آنان حضرت ایسا مسیح ولی بعد از او بعد از امام حسین علیه السلام و او زن و بچه داشت و بعد از آنها کود... حتی خود بعضی از اون کودک خودس خودسال, خودسال, خودسال بودن و احتیاج به پدر و محبت مهر و, محبت پدر رو اینها داشتن سیاه. بگه لذا این دقدقه را امام حسین علیه السلام داشت که خب گرچه ترجیح داد ترجیح داد دقدقه که نسبت به دین داشت خود را برای خدا برای دین فدا کرد حتی زنه به اما خب اون حس پدری و اون به جای خود مسئله پدر بودن مسئله خدمت شما سرپرست خونه ودی بودن به جای طبعا این هر زن... کس باشه این جا داشت که داشته باشه این دغدغه نگرانی داشت میگه حضرت مسیح با توجه به این که درق درق پشت سر نداشت او رفت فدا کرده اما امام حسین با این همه داشت،, داشت, و سه داشت با همین اینار باز رفت در راه خدا فدا کرد اولویت, خب، داد... اولویت خدا و این بود دیگه در این رابطه ما بس داریم که اگه فرصت باشه تشکر برای ما بیننده ها دعا داشته باشین دعا میکنیم هم دعا دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه که در قرآن داره رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب خدا یا به عظمت پیغمبر و آل پیغمبر این مرض منحوس کرونا را از بشریت و از همه انسان ها خصوصا از مسلمین دور بگرد مریضان در این رابطه شفا اینایت بفرما السلام علیکم و رحمت الله اللهم صلی محمد و محمد تشکر. رمز قرآن از حسین آموختیم ذاتش او شوله ها افروختیم، تار ما از زخمش لرزان هنوز تازه از تکبیر او ایمان هنوز ای سبا ای پیک دور افتادگان اشک ما بر خاک پاک او رسان بیننده های عزیز و گرامی سپاس از که تا این با ما همراه بودید این بود برنامه مصباح الهدای امشب که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه بعد همیتان را به الله پاک به تا میسپارم ایام به کامتان وقت خوش خدا نگهدار